بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و درود بر شما بینندگان گرامی. من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در خدمت شما بینندگان محترم هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. پیام سازمان جهانی نفی خشونت به مناسبت روز جهانی صلح، دعوت به توقف خشونت و مذاکره. روایات نادرست از وضعیت اویغورها توسط وبلاگ نویسان بریتانیایی به خاطر خوشایند چینی ها. فراخوان اتحاد و حمایت از جنبش دموکراتیک اویغورها و تداوم فشار علیه شیعیان پاراچنار پاکستان. در تازه ترین درگیری فرقه‌ای 10 تن کشته شدند. وقت شما بخیر. سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده وابسته به بنیاد جهانی آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی به مناسبت روز جهانی صلح پیامی صادر کرد. در این پیام با استناد به آیه 208 سوره بقره تاکید شده که بر اساس آموزه های دینی همگان به صلح و آرامش دعوت شدند. این سازمان با اشاره به شرایط بحرانی جهان و افزایش درگیری های مسلحانه در نقاط مختلف از رهبران جهانی و مسئولان خواست تا برای کاهش تنش ها و پایان دادن به جنگ ها تلاش های خود را افزایش دهند. مسلمان آزاده همچنین بر اهمیت گفتگو و مذاکره تاکید کرده و روز جهانی صلح را فرصتی مناسب برای اتخاذ این روش دانست. این سازمان از رهبران کشورهای اسلامی نیز خواست تا با گسترش اصول مدارا، صلح و پذیرش دیگران به مقابل با افرادگرایی و خشونت بپردازند و آزادی‌های عقیدتی و فرهنگی را مورد حمایت قرار دهند. این پیام با درخواست آزادی زندانیان عقیدتی و احترام به آزادی بیان به پایان رسیده است. محمد لحمی، پژوهشگر دینی، فعال و تحلیلگر سیاسی از استانبول پیرامون این گزارش میهمان ما هستند. آقای لحمی سلام. با توجه به حملات اخیر اسرائیل به لبنان و تاکید آموزه‌های دینی بر صلح و آرامش، شما چه راهکاری برای کاهش تنش‌ها و تحقق صلح در منطقه پیشنهاد می‌کنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به این مسئله حضور از رتالی و مندگان محترم شبکه جهانی آقا محسن سلام عرض میکنم. اما جب در رتالی فرمودیم با توجه به آیه شریفه دویست هفت سوره بقره که اهل ایمان همگی در صلح آشتی در آیین و تسلیم منکر خداوند شدید و قامهای شیطان رو پیروی نکنید به شیطان دشمن آشکار ماست. با توجه به تاکید عملکرد دفتر بنیاد علیه خشونت امام سید صادق شیرازی، گفتگوهای دیپلماتیک و تمرکز بر کمک‌های انسانی، آموزش و تبادل‌های فرهنگی مبنی بر همزیستی‌های مسالمت‌آمیز، مشارکت نهادهای مذهبی، کمک بسیار شایانی در صلح منطقه می‌تونه داشته باشه. ما میتونیم به این شکل در صلح منطقه صلح پایدار رو داشته باشیم. بله، ممنونم. با تشکر از محمد لحمی، پژوهشگر دینی، فعال و تحلیلگر سیاسی از استانبول که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند. بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. دفتر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی در شهر مقدس قم اعلام کرد که طبق استفتاء جدیدی که از معظم الله صورت گرفته، ایشان اجازه استفاده از سهم امام را برای شیعیان مظلوم و جنگ زده لبنان صادر فرمودند.
به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، دفتر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در پاسخ به استفتاءات جدید ضمن اجازه استفاده از سهم مبارک امام برای شیعیان مظلوم لبنان با مؤمنان عزیز اعم از زنان و مردانی که مورد تهاجم ارتش اسرائیل قرار گرفته و دچار آسیب و یا آوارگی شده اند ابراز همدردی فرمودند. معظم الله در پایان صلح و آرامش و جبران این مصائب را برای مردم لبنان از درگاه خدای متعال مسئلت نمودند. هلندی ها که برای مدیریت بهتر بر مسلمانان این منطقه به تقویت جریان های سنی پرداختند، با ترویج مذهب شافعی سعی در محدود کردن تأثیرات شیعی داشتند. این سیاست هلند باعث کاهش نفوذ شیعه در بسیاری از مناطق اندونزی شد و شیعیان به عنوان اقلیت کوچکی در میان اکثریت سنی به حاشیه رانده شدند. با ورود استعمار هلند به اندونزی در قرن‌های 17 و 18 حضور شیعه در این کشور تحت تأثیر قرار گرفت. آژانس امداد و کار آوارگان فلسطینی آنوروا اعلام کرد موجی از آب باران تعدادی از چادرهای آوارگان در اردوگاه‌های خان یونس در جنوب نوار غزه را غرق کرد. بحران آوارگان به دلیل کمبود شدید مواد اساسی لازم برای حمایت از آنها در برابر باران و سیلاب وخیم‌تر می‌شود. مسجد تاریخی آمستردام در سال 1986 میلادی به وقف امور مذهبی هلند پیوست و از آن زمان با نام مسجد الفاتح خدمات ارائه می کند و در زمره آثار تاریخی هلند طبقه بندی شده و میزبان گردشگران غیر مسلمان نیز هست. این مسجد به دلیل قرار گرفتن در وسط شهر توانسته است بازدید کنندگان زیادی را به خود جذب کند. رئیس جمهور اندونزی دستور تشکیل نیروی سایبری را به عنوان شاخه چهارم نیروهای نظامی این کشور صادر کرد. هادی تجاهجاندو وزیر هماهنگی امور سیاسی، حقوقی و امنیتی اندونزی در همین زمینه اعلام کرد که نیروی سایبری اندونزی TNI به دستور جوکو ویدودو رئیس جمهور این کشور با هدف مقابله با جنگ‌های نوین و حملات سایبری تشکیل می‌شود. جشنواره جهانی غذای حلال در 28 و 29 سپتامبر در استادیوم لندن برای نهمین سال برگزار می شود و طیف گسترده ای از غذاها در سراسر جهان را به نمایش می گذارد. گفتنی است این رویداد برای نهمین سال متوالی است که در لندن برگزار می شود. در رویداد فروشندگان، سرآشپزها و غرفه‌های مواد غذایی به نمایندگی از کشورهای پاکستان، ترکیه، مراکش، اندونزی و غیره حضور خواهند داشت. باستانشناسان در محوطه آرامگاهی شهر گور فیروزآباد در استان فارس نقاشی‌هایی کشف کردند که قدمت آنها به حدود 1700 سال پیش باز می‌گردد. شهر گور فیروزآباد یادگاری به جامانده از دوران ساسانیان و ایران قبل از اسلام است. شهر باستانی گور در استان فارس به دستور اردشیر بابکان در دوران ساسانیان ساخته شد. مردان و زنان چاق در مقایسه با افرادی که وزنشان طبیعی است حدود 35% بیشتر با خطر ابتلا به آلزایمر مواجهند. محققان دریافتند که از بین بردن چربی‌های اضافی عملکرد مغز را بهبود می‌بخشد و اثرات منفی وزن اضافی را معکوس می‌کند. در حالی که بیش از 1 میلیون اویغور در سینکیانگ در شرایط سختی به سر می‌برند، دو وبلاگ نویس بریتانیایی با محتوای چاپلوسانه جهت خوشایند دولت مردان چین
به توجیه وضعیت این منطقه پرداخته و روایت‌های خلاف واقع دولت چین را بازگویی می‌کند. این وبلاگ نویسان با ادعای عدم مشاهده نقض حقوق بشر به ترویج تصویر مثبت از سینکیانگ می‌پردازد و در عین حال نگرانی‌های بین‌المللی درباره سرکوب مسلمانان را نادیده می‌گیرد. همکارم در گزارش خود این موضوع را روایت نموده که با هم می‌بینیم. در قلب سینکیانگ، منطقه ای که بیش از 1 میلیون اویغور در آن به طور بالقوه در اردوگاه‌های اجباری آموزشی نگهداری می‌شوند، دو وبلاگ نویس بریتانیایی با شادی و خونسردی از یکی از بحث برانگیزترین مناطق چین برای مخاطبان خود گزارش دادند. این وبلاگ نویسان با تأکید بر اینکه هیچ نقض حقوق بشری را مشاهده نکرده اند، به نوعی روایت دولت چین را که مدعی است هیچ مشکلی در این منطقه وجود ندارد بازگویی کردند. در حالی که خبرنگاران خارجی تحت فشار و نظارت شدید هستند، این وبلاگ نویسان از استقبال گرم دولت چین برخوردار شده و محتوای چاپلوسانه آنها برای توجیه روایت‌های دولت چین و خوشایند دولت مردان چینی مورد استفاده قرار گرفته است. وبلاگ نویسان یاد شده با عناوین جنجالی به عادی سازی شرایط در سینکیانگ پرداخته و تلاش برای رد ادعای رسانه‌های غربی مبنی بر نسل کشی اویغورها و نقض حقوق بشر علیه آنان توسط دولت چین را دارند. با افزایش تعداد گردشگران خارجی و تسهیل سیاست‌های ویزا از سوی چین، این وبلاگ نویسان به دنبال جذب مخاطبان بیشتری هستند. اما تحلیلگران حقوق بشر هشدار دادند که این نوع گزارش‌های خلاف واقع که احتمالاً با پرداخت رشوه و هدایای گران قیمتی از سوی دولت چین نوشته می‌شود، ممکن است به مشروعیت بخشی نقض حقوق بشر در این منطقه منجر شود. فعالان حقوق بشری از مسافران و گردشگران خواستند که به واقعیت‌های موجود در این مناطق توجه کنند و از اطلاع رسانی نقض در رابطه با حقوق بشر علیه اویغورها دریغ نورزند. تعدادی از دانشمندان و روشنفکران اویغور در بیانیه‌ای با اشاره به نشست مجمع عمومی کنگره جهانی اویغورها در سال 2024 در سارایوو بر ضرورت اتحاد و حمایت از جنبش دموکراتیک اویغورها تاکید کردند. این بیانیه به جنایات 7 ساله دولت چین در منطقه ترکستان شرقی اشاره کرده که توسط پارلمان‌های مختلف در سراسر دنیا به عنوان نسل کشی شناخته شده است. نویسندگان این بیانیه از رهبران نظام‌های دموکراتیک و نهادهای بین‌المللی درخواست کرده‌اند تا حمایت خود را از سازمان‌های اویغور ادامه دهند و در مبارزه برای عدالت و آزادی در کنار آنها بایستند. در پاییز سال جاری، کنگره جهانی اویغورها مجمع عمومی خود را برگزار می‌کند که بیش از 150 نماینده از کشورهای مختلف برای تعیین استراتژی و انتخاب رهبری جدید در آن حضور خواهند داشت. این اقدام نشان دهنده تعهد جنبش اویغورها به ارزش‌های دموکراتیک است و تفاوت آن با حکومت سرکوبگر چین را نمایان می‌کند. این بیانیه همچنین بر ضرورت ادامه اصلاحات دموکراتیک و افزایش انسجام اجتماعی در جنبش اویغور تاکید دارد. منابع محلی از منطقه کرم ایجنسی ایالت خیبر پختونخوای پاکستان میگویند که در درگیری فرقه‌ای در شهر پاراچنار دست کم 10 نفر کشته و 25 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته منابع، درگیری بر سر زمین بین قبایل شیعیان و سنی ها از 2 روز پیش شروع شد و همچنان ادامه دارد. منابع از منطقه کرم ایجنسی خیبر پختونخوا روز دوشنبه 2 مهر گفتند که 2 طرف در این درگیری از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده می‌کنند و راه‌های مواصلاتی پاراچنار با بیرون کاملا مسدود شده است. به گفته منابع، گفتگوها میان 2 طرف برای برقراری آتش بس در روز گذشته بدون نتیجه پایان یافت و حکومت هم از مهار این درگیری عاجز مانده است.
مردم پاراچنار با شکایت از بی‌توجهی حکومت می‌گویند که هیچ نهاد مسئول برای مهار و پایان این درگیری وجود ندارد و نهادهای حکومتی همه نظاره‌گر این درگیری‌اند. پیشتر در ماه تیر سال جاری هم درگیری خونینی میان دو قبیله سنی و شیعیان بر سر زمین رخ داد. در این درگیری‌ها که 7 روز به درازا کشید، 49 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. همزمان با وخامت اوضاع بهداشتی کودکان به ویژه نوزادان در افغانستان، یک پزشک بریتانیایی در تلاش است تا جان شماری از این نوزادان را نجات دهد. این پزشک بریتانیایی گفته که با روش‌های ساده و ماساژ قلبی می‌توان جان شماری از نوزادان را نجات دهد. همکارم در این رابطه گزارشی تهیه کرده که با هم می‌بینیم. در 3 سال اخیر وضعیت بهداشتی کودکان و نوزادان تحت حاکمیت طالبان با چالش‌های جدی مواجه بوده است. با کاهش دسترسی به خدمات بهداشتی به دلیل کمبود بودجه و خروج سازمان‌های بین‌المللی از افغانستان، سلامت کودکان به خطر افتاده است. میزان سوء تغذیه و بیماری‌های قابل پیشگیری افزایش یافته و واکسیناسیون به ویژه برای مقابله با بیماری‌هایی مانند فلج اطفال به صورت کامل انجام نمی‌شود. علاوه بر این، محدودیت‌های طالبان نسبت به آموزش دختران و زنان باعث کاهش تعداد کادر درمانی زن شده که تأثیر منفی بر سلامت مادران و نوزادان دارد. این مشکلات به طور کلی به وخامت وضعیت بهداشتی کودکان منجر شده است. اخیراً یک تیم پزشکی که از کشورهای مختلف از جمله بریتانیا برای معالجه کودکان به افغانستان سفر کردند، وضعیت کودکان به ویژه نوزادان در این کشور را وحشتناک می‌خوانند. دکتر مایکل فرناندوی بریتانیایی که رئیس این تیم بوده میگوید روش ساده ماساژ و احیای قلبی ریوی که او و همکارانش به پزشکان و ماماهای بیمارستان کابل آموزش دادند میتواند جان هزاران نوزاد را نجات دهد. این پزشک بریتانیایی میگوید تلاش ها و آموزش های وی با توجه به میزان وحشتناک بودن مرگ و میر نوزادان مؤثر است. به گفته او در افغانستان از هر 1000 نوزادی که زنده به دنیا می آیند 35 نوزاد جان خود را از دست می دهند که 10 برابر میزان بریتانیا است. دکتر فرناندو در سال 2019 از طریق یک سازمان بشر دوستانه پروژه مشابهی را در جنوب پاکستان اجرا کرده است. او تصمیم دارد در آینده به افغانستان بازگردد و به آموزش های خود ادامه دهد. او میگوید حتی اگر یک نوزاد هم به دلیل این آموزش ها بتواند زنده بماند، این پروژه ارزشمند بوده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل گفته که زنان و دختران با بحران عمیق سرکوب و تبعیض جنسیتی در افغانستان روبرو می باشند. وی با اشاره به قانون امر به معروف گفته که طالبان با این قانون جدید حذف زنان را از حوزه عمومی را رسمی کرده است. دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه در نشست ویژه با محوریت زنان افغانستان تاکید کرده که هرگز اجازه نخواهد داد قوانین محدود کننده طالبان به هنجار تبدیل شود. وی اظهار داشت که تبعیض شدید جنسیتی نه تنها مغایر حقوق دختران و زنان است، بلکه برخلاف قوانین و کنوانسیون های بین المللی می باشد. وی اضافه کرده که این نوع تبعیض به مسابقه خودزنی است، زیرا نیمی از جامعه را از عرصه‌های مختلف کنار می‌زند. دبیر کل سازمان ملل بار دیگر از طالبان خواست تا تمام محدودیت‌ها علیه زنان و دختران افغانستان را لغو کند و خواستار بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها برای آنان شد. در این نشست ویژه برای بررسی وضعیت زنان و دختران افغانستان، علاوه بر دبیر کل سازمان ملل، نمایندگان کشورهای مختلف و سازمانهای بین المللی و شماری از فعالان حقوق زنان نیز حضور داشتند. سازمان ملل متحد اعلام کرد که گزارش‌هایی از اعدام‌های قریب الوقوع در میانمار دریافت کرده است و این اقدامات ممکن است به عنوان جنایت علیه بشریت تلقی شود. تیم تحقیقاتی مستقل سازمان ملل که برای بررسی نقض جدی قوانین بین المللی در میانمار تشکیل شده هشدار داده است که چندین فرد
که سال گذشته در دادگاه‌های غیرعلنی به اعدام محکوم شده‌اند، احتمالاً به زودی اعدام خواهند شد. نیکولاس کومجیان، رئیس مکانیزم تحقیقاتی مستقل درباره میانمار تأکید کرد که صدور حکم اعدام بدون رعایت اصول محاکمه یا عادلانه میتواند به عنوان جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی شناخته شود. از سوی دیگر حکومت نظامی میانمار هنوز واکنشی به این گزارش‌ها نشان نداده و موضع رسمی در مورد اعدام‌های احتمالی اتخاذ نکرده است. کشور میانمار از زمان کودتای نظامی 2021 درگیر جنگ داخلی است و حکومت نظامی با سرکوب شدید مخالفان و دستگیری‌های گسترده بیشتر سعی در خاموش کردن صداهای معترض دارد. از سال گذشته زمامداری نظامی این کشور 4 فعال دموکراسی را اعدام کرده که با واکنش شدید جامعه بین المللی روبرو شده است. و خبر پایانی امشب، مرزهای آبی اروپا در ماهای اخیر به شکلی ویژه شاهد تکرار تراژدی‌های مرگبار است. آنچه این روزها در مرزهای آبی اروپا رخ می‌دهد، نتیجه برنامه‌ریزی اروپایی‌ها برای نسل‌کشی افرادی است که رویای زندگی بهتر در کشورهایی را دارند که اصلی‌ترین دلیل فقر، آوارگی، درگیری نظامی و قحطی در سرزمین‌های مبدأ هستند. در همین راستا روز گذشته یک کشتی حامل 33 مهاجر در دریای اژه در نزدیکی جزیره ساموس یونان غرق شد و 3 نفر از جمله 2 کودک غرق و 25 نفر دیگر مفقود شدند. همچنین به گزارش رویترز، ارتش سنگال نیز دیروز از کشف یک قایق در 70 کیلومتری سواحل این کشور خبر داد که در آن دست کم 30 جسد که در حال تجزیه بودند خبر داد. تنها طی 5 ماه نخست سال 2024 نزدیک به 5000 پناهجو در راه رسیدن به مجمع الجزایر اسپانیا در غرب آفریقا جان خود را از دست دادند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. پیام سازمان جهانی نفی خشونت به مناسبت روز جهانی صلح، دعوت به توقف خشونت و مذاکره. روایات نادرست از وضعیت اویغورها توسط وبلاگ نویسان بریتانیایی به خاطر خوشایند چینی ها. فراخوان اتحاد و حمایت از جنبش دموکراتیک اویغورها. تداوم فشار علیه شیعیان پاراچنار پاکستان، در تازه ترین درگیری فرقه‌ای 10 تن کشته شدند. تلاش یک پزشک بریتانیایی برای نجات جان کودکان در افغانستان. دبیرکل سازمان ملل، طالبان زنان افغانستان را رسما از جامعه حذف می کند. نگرانی سازمان ملل از اعدام‌های قریب الوقوع در میانمار. و تکرار تراژدی مهاجرتی در نقاط مختلف دنیا، باز هم قربانی. عزیزان بیننده، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. اللهم اجل ولیک الفرج، یا علی خدا نگهدار.